به فراخبر خوش آمدید. در این باره بحث خواهیم کرد. تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان یک بار دیگر انتخابات‌های را برانگیخته. نهادهای ناظر بر انتخابات از کمکاری‌های کمیسیون‌های انتخاباتی ناخشنود هستند. نتایج نهایی به گونه تدریجی و بسیار در مدت خیلی طولانی اعلام میشه و حالا اعتبارنامه هم به گونه تدریجی بر نامزدهایی که کامیاب شدن در لیست نهایی داده میشه. خلاف قانون از آغاز پروسه پیش رفتن. با این همه ریاست جمهوری گفته که بحث ها با حضور نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان احزاب و اعضای جامعه مدنی درباره طرح تعدیل قانون انتخابات نهایی خواهد شد. مهمانانم در این بحث آقای نصرالله استانگزی، حقوقدان و استاد دانشگاه و همچنان آقای فهیم دشتی، روزنامه‌نگار و عضو کمیته گزینش در استدیو هستند. مهمانان گرامی و برنامه بسیار زیاد خوش آمدید. استاد، با شما آغاز میکنم. تعدیل در کار انتخابات و قانون انتخابات مشکل گوش هست. به نام خدا، با تقدیم سلام به اجازه آقای دشتی و شما دیگر دوستان، بحث اساسی است که موضوع را باید از دو دید دید، یک از دید حقوقی و دوم از دید سیاسی. متاسفانه در جامعه که قانون فدای سیاست شوه، چنین حوادث و چنین واقعیت ها را باید تمام تلخیش باید پذیرفت. یعنی قانون مشکل نداشته؟ در شک نیست که قانون مشکل داشته. یکی از خصوصیات بارز قانونی است که باید استمرار داشته باشه. در از سال 2004 تا امروز متاسفانه ما حد شاهد تعدد قوانین در ارتباط بودیم. تغییر هر قانون و تغییرات از وام که وام تابع سیاست های معین زمامدارا شد و طبیعتا قانون با خلاهای متعدد وضع میشه و دقیقا زمینه سوء استفاده سیاسیونه و حلقات فاسده مساعد می سازه. من فکر می کنم که علاوه به اینکه مشکل در قانون وجود داشته، در موارد خلاهای جدی وجود داشته، در میکانیزم هایی که کمیسیون های مربوط ساختن، در طرز عمل هایی که کمیسیون های مربوط با استفاده از قانون ساختن، عجله و شتاب صورت گرفته و همچنان مشکلات سیاسی هم با او یک جای شده. نتیجتا متاسفانه خلاف تقویم کمیسیون انتخابات افغانستان به عنوان یک کمیسیون مستقل اعلان کرده بود، خلاف از اون نتانستن که نتایج در وقت زمانش اعلان بکنن یا امو تقویم انتخاباتی را تعقیب کرده بتونن. دشتی، سپس از اصلاحات چند ساله حکومت وحدت ملی در کار انتخابات و مسئله مربوط به انتخابات، هنوز هم انتخابات گذشته مجلس نمایندگان با رسوایی برگزار شد. هم سیاست مشکل داشته و برخورد با مسئله انتخابات و هم قانون. شما در آغاز پسا اصلاحات نقش داشتین در گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی. بیشتر مشکل در قانون بوده و یا در برخورد با قانون و مسئله مربوط به انتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم به یادی استاد که سرمایت استادی مستقیم دارن. پیشتر هم که عضو کمیته گزینش گفتین، امی به ذهن ما آمد که خدا نخواسته مخاطبین تو فکر نکنن که در گزینش این امی افراد بیکاری که حال در کمیسیون رهبری کمیسیون ها را به عهده دارن، ما دستاشیم اونطور نبود. عضو کمیته گزینش بودیم برای یک دوران، ولی اون رقمی که استاد بیشتر اشاره کردن، قانون سلیقه‌ای تغییر دارن، ما را حذف کردن از کمیته گزینش. بعد دوستایی که حالا در کمیسیون ها هستن و کمیته گزینش که ما عضوش نبودیم، او کمیته اینا را شارت لیست کرده بود به رئیس جمهور فرستاده بود. دقیقا انتخاب، اگر کمیته گزینش کار خود به درستی انجام میداد و زیر بار فشارهای سیاسی نمی رفت، ما در زمانی که چند محدودی که در کمیته بودیم، افراد بسیار مستعدتر، افراد بسیار مستحقتر آمده بودن و تقاضا کرده بودن، تقاضانامه‌ایشان داده بودند که عضو کمیسیون‌های انتخابات شوند. ولی بالاخره خوازمو بین ما یک کسی یادم میاد که دو تا دکترا داشت و من فکر نمی‌کنم در افغانستان ما مثال از او کسر داشته باشیم، کسای دیگه هم بسیار بودند. ولی بالاخره برخورد سیاسی صورت گرفت و کسانی را آوردن در رأس کمیسیون‌های انتخاباتی، قرار دادند که
وابستگی داشتن به این یا آن جنا یا به این آن رهبر یا به این یا آن مسئول حکومت وحدت ملی. و نتیجهش امیر رسوایی است که بدبختانه ما باش روبروی هستیم. ولی آل وقت بحث تعدیل مطرح میشه، در کنار مسائل حقوقی که استاد به او بیشتر اشاره کردن، اراده سیاسی هم بسیار مطرح است. اگر این اراده سیاسی در تعدیلاتی که قبلا به وجود آمد وجود می داشت، کمیسیون اصلاح انتخاباتی بسیار پیشنهادات مشخص، بسیار پیشنهادات منظم و بسیار پیشنهادات بجار ارائه کرده بودن به رهبران حکومت وحدت ملی که اگر او پیشنهادات در نظر گرفته می شد، چه در تعدیل قانون انتخابات و چه در تشکیل کمیسیون های انتخاباتی و چه در حوزه بندی ها و مسائل دیگر، ما به این مشکل بر نمی خوردیم. حالا باز اگر حکومت می خواهد به شکل نمادین یک تعدیلات را به وجود بیاره، ظاهرا به این که مردم خوش ساخته باشه که چون این کمیسیون ها کار کردن تانستان، ما حالا اینا را کنار می زنیم کمیسیون های دیگر میریم، به جایی نمی رسه. بدتر از این میشه. بدتر از این میشه. ببینین وقتی فرصت بسیار کم است، وقتی قانون با عجله با گفته استاد اشاره کردن تعدیل میشه، بدون شک نقص می داشته باشه. نقص قانون سبب از این میشه که یک کمیسیون ناقص به وجود بیاد، کمیسیون ناقص سبب میشه که انتخابات ناقص برگزار شه. استاد، در فرجام هر کار مربوط به انتخابات در تصمیم گیری حکومت اشراف داره. پال بحث تعدیل مطرح است. تعدیل را هم حکومت امریکا 3 سال را وقف اصلاحات پیش از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان کرد و نتیجه هم بدتر بیرون آمد. از دید شما و از دید حقوقی، در کدام بحث‌ها یا موارد قانون انتخابات تعدیلات نیاز است؟ اگر اجازه بتینید تو بحث بکنیم که در چند بخش باید در مجموع در انتخابات تغییرات بیاید. اول در قانون انتخابات باید تغییرات بیاید. طرح را که به دسترس جامعه مدنی و احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری قرار گرفته و تا جایی که من مطالعه کردم مشکلات جدیدتر مثل که دشتی سبر شارکت ای را میبینیم. مثلا از بین بردن کمیته گزینش و دادن صلاحیت به رئیس جمهور. حال که این صلاحیت داره؟ این بسیار خطرناک هست. رئیس جمهوری که خودش کاندید هست، خودش کمیسیون های انتخاباتی را انتخاب میکنه و در عین زمان در طرح دیده میشه که صلاحیت عزل ای کمیشنرا را هم خودش می داشته باشه. در حال حاضر کی داره این صلاحیت؟ ببینین، فعلا مطابق به قانون تا این اشخاص مرتکب جرم نشه هیچ کس نداره. یا باید در دوره معین قانونی که 5 سال و 3 سال است به طور متناوب در قانون پیش بینی شده، این دوره را باید تکمیل بکنن. جرم انتخاباتی تعریف داره در قانون؟ چرا نه، جرم انتخاباتی علاوه به اینکه در قانون انتخابات تعریف داره، ما در کد جزا برای یک بخش مفصل مشخص داریم. تا مرتکب جرم نشه یه اشخاص از نظر حقوقی شما ایره نمیتونین که کنار بزنین. تا کنون نشده؟ تا حالی که شده یا نشده، ادعاهای متعدد در مورد چیزای وجود داره که اگه او واقعیت داشته باشه، واقعا جرم است. حتی جرم است که جنایت است، مثلا فساد است، مثلا سوء استفاده است، عدم بی‌طرفی است، غیر عادلانه بودن انتخابات است و امثال از این، مثل که ادعا میشه. اگه این ادعا ثابت شوه، طبیعتا اشخاص متعدد به شمول اعضای محترم کمیسیون، هر دو کمیسیون مورد تعقیب عدی قرار گرفته میتونن. بسیار ساده، وقتی که شما مطابق به قانون تقویم اعلان میکنین و تقویم تطبیق کردن میتونین، خودش یک تخطی جدی انتخاباتی است. شما الان میبینید که برای یک تعداد از ولایات شما اعتبار نامه میتک کمیسیون، در حالی که یک عالم اعتراض وجود داره. یک مسئله است که در قانون طبیعتا نواقص وجود داره که بحث ما طولانی میشه اگر ما دوار سرش بحث بکنم. قسمت دوم از نظر تکنیکی باید تغییرات بیاید و سوم در ساختار اداری کمیسیون ها باید تغییر بیاید. یک قسمت از این مطلق مربوط میشه به قانون انتخابات، یک قسمت از این مربوط میشه به طرز عمل ها و لوایح داخلی خود کمیسیون ها که در او باید هم تغییرات به میان بیاید. پس از وقفه پاسختان رو بفرمایید. ادامه بحث بعدتر. دشتی صاحب، از راه گذر تکنیکی اصلاحاتی که نیاز است در روند کدام ها است؟
اگه اجازه بدین یک اشاره در بخش حقوقی قانونیش هم داشته باشم. بر اساس همین طرحی که حالا زیر کار است گفته شده که کمیته گزینش نیست، 15 نفر رئیس جمهور معرفی میکنه، 15 نفر هم احزاب سیاسی و جامعه مدنی معرفی میکنن، بعد رئیس جمهور از بین از اینا انتخاب میکنه اعضای دو تا کمیسیون. شما 15 سال هم بشینین احزاب سیاسی و جامعه مدنی روی 15 نفر به توافق نمیرسن، این غیر عملی است. غیر از این که ادلیاز حقوقی منطق حقوقی ضعیف است و مشکلات حقوقی را که استاد اشاره کرد که خود رئیس جمهور که کاندیده است کار میکنه این درست نیست، غیر از این ادلیاز عملی این مشکل داره. هیچ چیز ممکن نیست که شما این 15 نفر را بخواید. پروسه انتخابات که یک پروسه بسیار طولانی و پیچیده است، ولی به دو نکته کوچکش اشاره میکنیم. یکی خب قانون بر شما یک سلسله مواصفات میگه که با این مواصفات شما میتونین کمیشنرا را یا مسئولین برگزاری انتخابات گزینش بکنید و با این مواصفات شاید شما آدم زیاد پیدا میکنید. ولی چند نکته دیگه بسیار مهم است که شما از بین آدمایی که با این مواصفات پیدا شده همون ایره که متهم به فساد است انتخاب میکنین، یا یک آدمی را که شهرت خوب داره همون ایره که متهم به تعصب است انتخاب میکنین، یا کسی که شهرت خوب داره. به همین شکل منفی و مثبتش بسیار زیاد. بدبختانه در کمیسیونایی که دیدیم جانب منفیش بسیار بوده نسبت به مثبتش. دیگه مثلا روز برگزاری انتخابات یا عملیات انتخابات سه تا نیازمندی عمده داره: یک، مواد انتخاباتی آماده باشه، دو، کارمندان آموزش دیده و مجرب و بی‌طرف حضور داشته باشند، سه، حضور ناظرین تضمین شه. در همین انتخاباتی که گذشت یا در همین دوره های انتخاباتی که گذشت شما هر کدامش که ببینید در اینجا نقص داره. خب حالا بعد از 18 سال ما این نواقص ما بیشتر شده میره نسبت به این که کمتر شده و او برمیگرده به اون اشاره که پیشتر استاد داشتن که ما هر روز قانون تغییر میتیم، هر روز میکانیزم جدید ایجاد میکنیم، هر روز افراد تازه رو میاریم میگماریم، بالاخره روزگار ما به میجه میشه. به این بدتر شدن یا بیشتر شدن مشکل به بدتر شدن حالات حاکم پیوند داره و یا همه اون مسائل سیاسی و برخورد ما فکر سیاسی. ما فکر میکنم که بیشتر سلیقه‌های سیاسی نقش دارن. در غیر از او ما در از 18 سال گذشته افراد و نهادهایی داریم که در رابطه با انتخابات کار کردن، تجربه آموختن، دانش آموختن، توانایی هایشان بالا رفته، ظرفیت هایشان بالا رفته. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه و از این ظرفیت ها استفاده شود بدون شک این نواقص کم میشه، ولی ما هر روز ببینیم بیشتر میشه. تشکر. استانگزی صاحب، دو پرسش مهم در بحث اصلاحات و هم تعدیل. یک، پایان کار رئیس جمهور نزدیک است و در این مقطع آوردن اصلاحات از طرف حکومت برحال و نزدیک انتخابات مشکل نداره. دو، در نظر گرفتن ترکیب قومی در هر بحث صد من نمیزنه برای من شایسته سالاری با دست مسئول. اول خب در مورد ای که قانون باید تعدیل شود، من فکر میکنم اگه اجماعی کلی چونین هست از یک طرف و از طرف دیگر جامعه بین المللی که در حقیقت تمویل کننده هست، یک چیزی را که من متاسفانه به عنوان یک واقعیت تلخ میشناسم و است که آن مراحل اولی که ما انتخابات میکردیم برای پارلمان و برای ریاست جمهوری به وقت ما این ظرف تاره نشتیم که دستیش را اشاره داشت، جامعه بین المللی ما را کمک میکرد. اگر یاد شما باشه در انتخابات اول تا اعضای خارجی داشتی کمیسیون ها از نظر مالی ما را تمویل میکرد. ما بعد از 18 سال هم انتخابات یک پروسی ملی را میسپاریم برای دونرهای بین المللی تا اگر اونا کمک نکنه ما انتخابات ما را پیش برده نمیتونیم، که یک گپ بسیار شرم‌آور است که بالاخره ما و طبیعتا وقتی خارجی ها مداخله میکنه منافع خودشان داره، افکار خودشان داره، نظریات خودشان داره. به هر صورت تعدیل یک نیاز هست، یا این تعدیل به منظور تکمیل قانون باید باشه، نه ای که یک سرای تعدیل به نفع یک گروه یا یک قشر معین یا به خواست قدرتمندا صورت بگیره. متاسفانه یک تجربه بسیار تلخی که ما نه تنها در مورد مثلا انتخابات داریم، در ادارات ما همینطور است، در سیستم قضایی ما متاسفانه در نظر گرفته شده، در ترکیب سنا و مشان جرگی ما در نظر گرفته شده، کمیسیون مستقل در نظر گرفته میشه و بحث ترکیب قومی است. در شک نیست که هر کمیسیون، هر اداره باید تمام مردم افغانستان نمایندگی بکنه، به شرط ای که اشخاص متخصص، اشخاص وطن دوست، اشخاص پاک به ای بیاین.
نه ای که چند کس معین از گروه های خودشان برنمایندگی از اقوام افراد اونجا جای به جای میکنن و تحت نام ترکیب قومی شما با زور نمیتونین بگوینم من نمایندگی از فلان قوم و از قوم سوء استفاده صورت میگیره و بیشترین ضرر هم اون اشخاص و مقاوم مردم بالاخره میرسن. تاکید روی ترکیب قومی مشکل ساز فکر میکنم که به هر صورت ما باید این کاملا غیر سیاسی تکنیکی و مسلکی در نظر بگیریم. خدا کنه از کوچکترین اقلیت قومی افغانستان یا مذهبی افغانستان تمام این کمیسیون ترکیب شوه، انتخابات درست که سرنوشت ملی ما مربوط از اوست، هویت ما مربوط هم اوست. یعنی شما چی فکر میکنین دنیا در مورد انتخابات ما چی میگن با امی ترکیب؟ تشکر. دشتی صاحب، در بحث تعدیل و طرحی که به خاطر تعدیل روی دست است، درباره چگونگی عزل و گزینش اعضای کمیسیون انتخابات هم برنامه های روی دست است. در حال حاضر کمیسیون مستقل انتخابات و اعضایش میگن که هیچگاه حاضر نیستن کنار برن یا کنار زده شون از موقفشون، چون هیچ کسی صلاحیت را نداره. اصولا رئیس جمهور و یا کسان دیگه در ساختار نظام حق کنار زدن اعضای کمیسیون دارن. پیش از این بس ترکیب قومی اجازه باشه کم اشاره کنم کوتاه. بدبختانه پیچیدگی های اجتماعی ما به شکلی است که ما رو ناگزیر ساخته که این مسئله را به عنوان یک مسئله عمده در نظر بگیریم، ولی ایدئالش به اون شکل است که استاد میگه خدا کنه از یک اقلیت قومی تمام اعضای کمیسیون بیان، ولی اگه انتخابات خوب برگزار مگر وقتی این مسئله مطرح است به دلایل مختلفی که بدبختانه با روبروی هستیم، خب بازم و بدترین ها رو خب نبرین از اقوام مختلف. خب شما میتونین از اقوام مختلف رو ترکیب بکنین، ولی خب ترین هاش برین کس رو برین که هم تعهد داشته باشه، هم صداقت داشته باشه، کار بلد باشه، مسئولیت خود بدانه، بالاخره پاسخگو باشه با من. در مورد که شما اشاره کردین، از لحاظ قانونی صلاحیت اصلشان کسی نداره به اون دلایلی که بیشتر استاد اشاره کردن، ولی اگر قانون تعدیل میشه و قانون جدید نافذ میشه، طبیعتا قانون قبلی رو ملغا میکنه و پروسه‌ای که بر اساس از او قانون قبلی آمده تا اینجا رسیده او هم همیج استاد میشه. یعنی قانون جدید وقتی نافذ میشه به شکل خودکار ای اعضای کمیسیون که فعلی هستن در هر دو کمیسیون، اینا به شکل خودکار وظایف خود از دست میدن به خاطر اینکه بعد از این قانون جدید نافذ است و قانون جدید شیوه گزینش و شیوه انتخاب از این افراد به شکل دیگه پیش بینی کرده که در قانون قبلی نبوده، پس اینا از وظایفشون برکنار. بحث 5 سال کاری و 3 سال او به اساس قانون است. شما اگر میگیم 5 سال کاری یا 3 سال کاری یا کسی صلاحیت عزلشان نداره به جز از اینکه مجرم شناخته شوند، این بحث قانون پیشتر است. وقتی قانون جدید می جای قانون گذشته را میگیره، احکامش از این قانون تطبیق میشه که از قانون اگر قانون تعدیل نشود. گفتین که قانون وضاحت داره وقت مجرم شناخته میشه اعضای کمیسیون، اونا میشه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، برکنار شوند و یا هر تعدیبی را که حکومت روی دست میگیره. فهمیدین و یا هم فهمیده شده اتهام هایی که بر اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات وارد هستند، اونا را میتونه مجرم معرفی بکنه؟ عرض کردم من بیشترم در صحبت هایم که یکی ادعاهاست که هنوز اشخاص متهم هم نشده از نظر حقوقی. ما متهم کسی را میگیم که چارنوالی علیه از او اتهام وارد بکنه در مورد ارتکاب یک جرم. این ادعاها وجود داره. اگر ادعاها دقیق باشه و ادارات زیربط این را تعقیب بکنه، کار کمیسیون شکایت انتخاباتی چه کار کمیسیون شکایت انتخاباتی باشه، چی از راه شکایت کمیسیون انتخاباتی باشه، چی از راه ارگانهای کشف باشه. شما میفهمید که ارگانهای کشف مکلف هستن که جرایم کشف بکنه در حدود احکام قانون رو به نهاد عدلی و قضایی بسپارن. اگر چون این ادعایی که صورت میگیره که بحث فساد از سوء استفاده صلاحیت وظیفوی است، تمام ازی از جمله جرایم فساد اداری هست، جدا از اینکه بحث جرایم انتخاباتی رو در قبال خود داره، یا قابل تعقیب عدلی شناخته میشن. چه بیشتر از کم چی از جمله کمیشنرهای دو کمیشن باشه، چه هم مامورین و کارمندهای ازی باشه،
اینا مورد تعقیب عدلی قرار میگیرن، اما برای فعلا چون این ادعای وجود نداره مطابق به قانون اینا وظایفشان ادامه میتن. در بحث برخورد با مسائل انتخابات و مشکلاتی که در روند پیش آمده، نیاز ساخته آوردن تعدیل را در قانون انتخابات، پارلمان در تعطیلی به سر میبره و احتمالاً پیش از آغاز فصل جدید پارلمان اعضای تازه برند به مجلس. در این خلا میتونه حکومت تعدیلات را به میان بیاره در قانون؟ بدبختانه که بله میتونه، فرمان تقنینی صادر بکنه حکومت، بعدم که شورای ملی دوباره به وظایفشان برگشتن، حالا شورای ملی تازه قرار است که ایجاد شود یا اعضای جدید شورای ملی بیاین مجلس نمایندگان، این همین فرصت و همین زمان را به حکومت میده که تعدیلات را که به اساس فرمان تقنینی میاره ای را اعمال بکنه، عملی بکنه تا او زمان انتخابات میرسه و اگر شورای ملی خواسته باشه این قانون را بازبینی بکنه و به خاطر تصویب بکنه یا نکنه یا رد بکنه، به هر شکلش باز مشکلاتی که سنا و مجلس نمایندگان میتونن داشته باشن، همین فرصت را به حکومت بدبختانه میده که بله تشکر می تعدیلات را که مطابق میل خودش هست. از دید شما و از دید حقوقی در کدام بحث ها یا موارد قانون انتخابات تعدیلات نیاز است؟ اگر اجازه بدین تو بحث بکنیم که در چند بخش باید در مجموع در انتخابات تغییرات بیاید. اول در قانون انتخابات باید تغییرات بیاید، طرحی را که به دسترس جامعه مدنی و احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری قرار گرفته و تا جایی که من مطالعه کردم مشکلات جدیدتر مثل که دشتی سبر شارکت ای را میبینیم، مثلا از بین بردن کمیته گزینش و دادن صلاحیت به رئیس جمهور. حال که این صلاحیت داره این بسیار خطرناک هست. رئیس جمهوری که خودش کاندید هست، خودش کمیسیون های انتخاباتی را انتخاب میکنه. تشکر آقای فهیم دشتی، روزنامه‌نگار، و آقای سناگزی، حقوقدان و استاد دانشگاه، از حضورتان رسیدیم و تشکر بیننده های گرامی از شما هم که همراهی من کردید. وقت بخیر.